به نام یزدان، با عرض سلام و شادباش خدمت دوستان عزیزم و هنردوستان، هنرمندان، به خصوص هنر زیبای ایرانی، چه در زمینه ساز و موسیقی، چه در زمینه اندیشه ایرانی. به هنر، برنامه هنر و اندیشه ایرانی خوش آمدید. در خدمت دوست عزیز و هنرمند و بزرگواری هستیم در امریکا، در شهر فینیکس آریزونا، جناب آقای سهراب نافع که از بزرگوارانی هستند، هنرمندانی هستند که سالهای سال فعالیت در زمینه سازسازی کردند. عرض سلام دارم خدمت دوست عزیز هنرمندمون جناب نافع. خوب هستید قربان؟ خسته نباشید. خدا قربان. عرض سلام دارم. خیلی ممنون هستم. خواهش میکنم. قربان شما. پس از عرض ادب خدمتتون میخواستم که یه مقدار صحبت بکنید راجع به خودتون، راجع به خانواده محترمتون، راجع به موسیقی و هنر ایرانی، که اصلا از چه زمانی به فکر ساز و موسیقی و هنر ایرانی، اصلا اون شاهلوده کی بسته شد، اون زمانی که شروع کردید به این فکر افتادید چطور اون جرقه خورد؟ عرضم حضورتون، من این برمیگرده به سالهای کودکی من. بله. چون پدرم نوازنده ساز بودن، به به، ایشون بسیار ساز رو خوب می‌نواختن، نه به خاطر اینکه چون پدرم من بودن من به هم تعریف ازشون میکنم، ولی واقعا پنجه بسیار بسیار شیرینی داشتن و من همیشه وقتی ایشون مینواختن مینشستم با تمام جونم گوش فرا میدادم به نوای ساز ایشون و از همون موقع علاقه مند به موسیقی شدم. ایشون شاید اولی معلمی بودن برای من که تمام نواهای ایرانی رو، اسمهاش رو وقتی می نواختن به من می گفتن این چهارگاست، این سگاست، این دشتیه، این بیات ترکه. این از که وقتی به نوجوانی رسیدم تصمیم گرفتم که برم ویولون بیاموزم. درست. نواختن ویولون. پس در زمینه نوازندگی هم شما سابقه کار و نوازندگی هم دارید؟ من سعی کردم که یه نوازنده ویولون بشم. درسته. بعد رفتم خدمت جناب استاد محمود زلفونون. درسته. ایشون یک کلاسی داشتن در خیابان لاله‌زار. درسته. من شبها می رسیدم که برم خدمت، چون علتش این بود که درس می خوندم و ضمناً کار هم می کردم و تقریبا تمام وقت من گرفته بود. به هر حال روی اصل علاقه‌ای که داشتم رفتم خدمت ایشون و آخرین کسی بودم که سر کلاس حاضر می شدم. یادم هست که وقتی که پشت در می رسیدم میخواستم در رو باز کنم، نوای بی نظیر ویولون ایشون رو می شنیدم از پشت در که برای خودشون مشغول بودن می نواختن. آهسته در رو باز می کردم و اون صندلی که کنار در قرار داشت بی سر صدا می نشستم رو اون صندلی. بعد از دقایقی شاید هم بیشتر ایشون متوجه شدن که من خدمتشون هستم، سلامی می‌فرمودن و منم عرض سلام می‌دادم و شروع می‌کردیم به گرفتن درس از ایشون. من خاطرم هست که وقتی ویولون رو دست می‌گرفتم و ایشون به من اولین درس دادن، به من فرمودن که تو گوش‌های بسیار حساسی داری، خیلی خوب می‌گیری، همین بار اول که من می‌زنم تو یا زدم تو گرفتی. در حال یکی دو بار ما تمرین می‌کردیم و دیگه دیر وقت شده بود، خداحافظی می‌کردیم. ایشون در راه خودشون تشریف می‌بردن،
بنده آسین منزل می شدم. بله، همطور که عرض کردم، من واقعا یادم نمیاد که حتی یک بار فرصت کرده باشم که در عرض این هفته ای که طول میکشه من در جعبه ویولونم رو وقت کنم، باز کنم که در خونه تمرین کنم. در حدود یکی دو سه ماهی من خدمتشون میرفتم، ولی یه روزی به خودم گفتم که آخه تو که فرصت نداری که تمرین کافی بکنی. من میدونم که یک کسی که ویولون رو بخواد بیاموزه حداقل بایستی دو سه ساعت، سه چهار ساعت در روز ویولون دستش باشه و بنوازه، ولی این موقعیت دست نمیداد به من. فکر کردم که این بی نتیجه است و من دارم وقتم رو تلف میکنم. آخرین باری که رفتم خدمتشون این حقیقت رو خدمتشون عرض کردم و گفتم که من یه همچین وضعیتی دارم. ایشون اول قبول نفرمودن، گفتن چطور ممکنه؟ من در از این مدت فکر میکردم که همیشه تو تمرین مفصلی کردی که به این خوبی جواب میدی. عرض کردم باور بفرمید که من حتی در جربه بیانان رو نرسیدم. ایشون فرمودن گوشات بسیار تیزه. بهشون عرض کردم که من میخوام فعلا ترک کنم این کار رو و نیام خدمت شما. ایشون فرمودن که نصیحت من رو قبول کن، و این کار رو ادامه بده. درسته. بالاخره موفق میشی. با کمال تأسف من این نصیحت رو نپذیرفتم و سالها بعد همیشه که یاد این مطلب میفتم متأثر میشم. درسته. که نتونستم این ساز رو یاد بگیرم.
سوالی از خدمتتون جناب نافع بکنم برای اینکه جو برنامه یه مقدار عوض بشه. می‌خواستم ببینم که شما کار حرفه‌ای ساخت ساز رو دقیقاً از کجا به صورت حرفه‌ای دنبال کردید و شروعش چه زمانی بود؟ آیا پیش اساتید مختلفی در ایران تلمس کردید، یاد گرفتید و چطور شروع کردید کار حرفه‌ای رو در زمینه ساخت ساز؟ و چرا ساز ایرانی اصلا کلاً؟ عرضم به حضورتون، من از کودکی شاید حدود 10 سالگی بود که پیش برادر بزرگم که ایشون هنر نجاری و درودگری و یا کار با چوب رو در هنرستان صنعتی تهران در زمان آلمان ها آموخته بودند من پیش ایشون کار میکردم. از بچگی میرفتم مثلا به دستور ایشون سنباده میکشتم روی کارهایی که ایشون میساختن. درسته. نمیدونم برایشون چسب آماده میکردم، سیرشون آماده میکردم و به هر حال اون کاری که اساسا برمیون برایشون انجام میدادم. و از همون موقع به خاطرم هست که چوب یکی از عزیزان من شد. درسته. بی نهایت به چوب علاقه من دارم هستم و اکثر چوب ها رو میشناسم به نام. و بعدها به خاطر علاقه که در ساختن ساز پیدا کردن، چوب هایی که به این منظور ازشون استفاده میشد اکثرشون رو میشناسم و اصولا با چوب دوست هستم. من تمام عمرم رو با چوب گذروندم. من خیلی چوب رفیق منه. دقیقاً. پس در واقع شما در یک خانواده بسیار هنرمند و هنردوست به دنیا اومدید و شیرازه کار رو همونطور که خودتون فرمودید در سن 10 سالگی این علاقه به چوب و عشق به هنر ایرانی، حالا درودگری و مخصوصا در سیستم ساخت ساز رو در ذهن و وجود شما نگاردن در واقع. اجازه بدید یه سوالی برام پیش اومد اینجا. یه مقدار راجع به هرچند که دوستان عزیزمون در ایران و حتی در خارج از کشور، به هر حال هر کسی دستی بر هنر و آشنایی با موسیقی ایرانی داره، اصلا موسیقی چه هستش؟ یه مقدار راجع به موسیقی، هنر ایرانی، سازهای ایرانی برامون توضیح بدید که اصلا این نوایی که ساطع میشه از سازهای مختلف چه فرقهایی با هم دارن. به هر حال شما میدونید که مثلا منباب مثال ساز تنبک با ساز ستار فرق میکنه و سازی هستش که با دست زده میشه، اون هم با انگوش زده میشه، بر روی اون ساز بر روی دست بر روی پوست قرار میگیره، روی ساز دیگر بر روی سیمها قرار میگیره و نفیرها قرار میگیره. یه مقدار کلن اصولا راجع به موسیقی و هنر ایرانی اصلا برام یه مقدار توضیح بدید. عرض کنم حضورتون، به نظر من ما همینطور که از نظر جسمانی به غذا احتیاج داریم و اگر نخوریم این امکان نداره، از نظر روحانی هم به غذای روحانی که همین موسیقی هست احتیاج داریم. درسته. و ساز شاید بارها شنیدیم ساز غذای روحه و خوشبختانه نه به خاطر اینکه من بخوام تعریف از موسیقی ایرانی بکنم، فی الواقع با تار و پود قلب آدم ساز ایرانی بازی میکنه. درسته. جناب نافع، من فکر می‌کنم تا اونجایی که آشنایی دارم شما یه مقدار هم
ساز سنتور رو کار کردین. این مقدار راجع به ساز سنتور و نوازندگی در رابطه با سنتور، چه زمانی آغاز کردید نوازندگی سنتور رو، چرا سنتور حالا در ابتدا شروع کردین، با ویولون حالا به قول خودتون یه مقدار موفق هم نبودید به دلیل شرایط سختی که داشتید، به حال دانشجو بودید و کار هم می‌کردید، صحبت کنید راجع به سنتور یه مقدار برام. حضورتون هستم که در خصوص سنتور فرمودید، من یکی از اساتید ما که الان استاد دانشگاه در کالیفرنیا هستند، ایشون یکی از شاگردان ایشون، یعنی عرضونم که از فامیل من بود، ایشون دختر دایی من بودند، از من خواهش کردن که برایشون سنتور بسازم، چون من در ایران شروع به ساختن ساز کرده بودم تا حدودی، و من برای ایشون هم ساز ساختم، سنتور ساختم. بعد عرض کنم که این کار رو ادامه می دادم، برای کسان دیگه هم ساختم، بعدها سازهای دیگری، چون واقعا از اونجایی که به علت که عرض خواهم کرد خودم در موفق در نواختن ساز نشدم به دلائلی، گفتم که برم ساز رو بسازم و دل خودم رو ارضا بکنم. این بود که این محرومیت از زدن ساز رو یا آموختن ساز رو با ساختن ساز جبران کردم، و برای کسانی که می رفتن پیش اساتید اون موقع و ساز رو تلمذ می کردن، من ساز می ساختم. یه سوالی که اینجا برای من خیلی پیش اومده این که آیا لزوماً به نظر شما لازم هستش که یک کسی که سازی رو می سازه، سازنده ساز هست، خودش هم نوازنده باشه؟ آیا فکر میکنید که لزومی داره، یا اینکه فقط کمک میکنه به نوع ساختش، یا دو تا مقوله اصلا جدای از هم هستش؟ نظر شما چی هستش؟ عرض کنم که من مطمئن هستم که اگر کسی که ساز رو می سازه خودش نوازنده هم باشه، بسیار بسیار سازاش خوب در میاد، بهتری در میاد. ما ولی لزوماً احتیاج نیست که اینطوری باشه. یعنی در زمانی که در ایران به چه صورت بود؟ اساتید معمولاً نوازنده هم بودن نبودن؟ به چه صورت بود؟ تا حدودی بودن. درسته. اگر نبودن نمیتونستن یک چنین سازهایی رو خلق کنن. ما سازندگانی داریم در ایران، داشتیم در ایران واقعا، که سازهایی می ساختن که امروزه سازهایشون اگر باشه اصلا از حد قیمتش بیرونه، میلیون ها دلار قیمت داره.
یه مقدار اجازه بدید یه مقدار بحث رو و صحبت رو تخصصی تر در رابطه با ساز ادامه بدیم خدمتتون. فکر می‌کنم که بهتر باشه که دوستان عزیز بیننده هم شاید بخوام بدونن که اصلا کلن هنر ساز سازی از چه نوع چوب‌های استفاده میشه در ساز و سازهای غربی با سازهای ایرانی از لحاظ چوبی و از لحاظ نوای صدا چه فرقهایی دارن. یه مقدار راجع به این مسئله راجع به چوب و استفاده اون در سازسازی برای ما توضیح بدید لطفا. عرضم بزرگتون اکثر سازها چوب درش خیلی خیلی به کار برده میشه. اون وسیله اساسی ساز چوبه. البته سازهایی هستن که درشون اصولا ساز وجود چوب وجود نداره، مثل سنج و نمیدونم بعضی سازهای دیگه که تعدادشون خیلی کم است، ولی اکثر سازها با چوب ساخته میشه. مثل این ساز که من چند سال پیش این رو شروع کردم به ساختن، تمام قسمتش غیر از گوشیاش از چوب ساخته شده. اونجا سازهای دیگری هستن همینطور که مشاهده می‌فرمایید، اکثرشون از چوب ساخته شده. چوب بهترین وسیله برای ساختن سازه. ساز نه تنها از چوب ساخته میشه، از فلز هم ساخته میشه، عرض کنم که از خیلی چیزهای دیگه ساخته میشه، ولی بیشترین چیزی که از احساس تا به حال ساخته شده چوبه. و چوب های مختلف برای سازهای مختلف به کار برده میشه. هر چوبی تقریبا مناسب با یک ساز مخصوصی است. درسته. معمولا سنتور رو با چوب گردو میسازن. چوب مناسبی است برای این کار که من نمونه هایی دارم در اینجا. هر میشه تار همینطور چوب توت براش مناسب تره، چون اساتید قبلی اینها رو امتحان کردن، این سازها رو ساختن و به دست آوردن که چه سازهایی چه چوبهایی محسوس چه سازهایی هست. خب اجازه بدید با اجازه دوستان عزیز بینندمون و اجازه استاد محترم جناب نافع، چطوره که اگه امیدوارم که موافق باشید که بریم ببینیم مثلا این سازها رو چه سازهایی ساختی و راجب این سازها خودتون دونه دونه برامون توضیح بفرمایید. حتما اگر موافق باشید من سازهام رو اونجا گذاشتم، تعدادشون رو و میریم یکی که من براتون توضیح میدم. خب رسیدیم به خلوتگاه استاد. چقدر میز زیبایی، واقعا آدم لذت میبره و عشق تو چشاش جمع میشه. این سازها به این زیبایی و به این قشنگی و جلوه‌گری. خب دوست عزیزمون جناب نافع اینجا تشریف دارن، به ترتیب از سازها سوال بکنیم. خب این چه سازی هست جناب نافع؟ برامون توضیح بدید یه مقدار راجع به چه چوبی هستش و چطور هستش. عرض کنم که یک ساز مصریست من فکر میکنم. پس شما فقط تنها ساز ایرانی نمیسازین، سازهای مصری و سازهای مثل چنگ رم گویا شما میسازید. بله من ساختم. عرض کنم که چون اصولا علاقه به ساختن ساز دارم، به دلیل اینکه آموختن ساز متاسفانه شانسش از دستم رفت. درسته. این است که اینطور خودم رو ارضا میکنم. این یه ساز مصری و در ایران و شاید سایر کشورها هم استفاده میشه ازش. اسمش چی هستش این ساز؟ اسم این قانونه. قانون. بله. این قانونه همطور که ملاحظه فرمید از این جعبه درست شده. در اینجا این قسمت از پوست
بره استفاده شده یا گوسفند جوان و انعکاس لرزش این سیم ها روی این خرک میفته و این خرک هم طور که ملازم بفرمید روی این چوب ها و این چهار تا میله فشار میاره و اون انعکاس رو میده به این پوست، این پوست هم میده به داخل جعبه و این صدا میکنه. معمولا این با دو تا مزراب شبیه انگشتونه نواخته میشه با هر دو دست که اونها یک تیکه اضافی دارن که از این خود درازتر ناخون ماننده، اون ناخون روی اینا کار میکنه و صدا و صدا رو بعد. به به، میبینم که اینجا هم سنتور هستش و البته قانون و سنتور چقدر شباهتی به هم داره. بله البته. یه مقدار راجع به این سنتور صحبت کنید و سازهای دیگه‌تون که اینجا هستن. بسیار. چه چوبی ساخته شده و به چه صورت هست؟ عرض کنم حضورتون که این ساز سنتور ایرانی است. بله. تا اونجایی که من اطلاع دارم خیلی از کشورها از این ساز استفاده می‌کنن، مثل چکسلواکی، مثل از میشه چین، خیلی کشورهای دیگه که قیافش همینه ولی ابعاد یه خود فرق میکنه و نوت ها البته فرق میکنه، اونا هر کدوم نوت های مخصوص به خودشون رو دارن. این با دو تا مزراب چوبی سبک شبیه این نواخته میشه. سنتور ایرانی هر طرفش نوع خرک داره، این طرف سیمای سفید هستن، اون طرف سیمای زرد که اونها یه اکتاو بالاتر از اینها هست صداشون. خب ستار هم اینجا داریم، چقدر هم جالب. میتونم اجازه هست؟ البته بفرمه بفرمه. خب یه مقدار صحبت کنید راجع به ستارهایی که ساختید. بله. و از چه چوبی، یادم رفت بپرسیم که فرق این از چوب گردو معمولا ساخته میشه. بله از چوب گردو ساخته میشه. این استاد سازنده، بهترین استاد سازنده در ایران آقای ناظمی بودند که نهایت عرض میشه دقت رو برای ساختن این ساز به عمل می آوردن. چوب رو از درخت کندش رو می آوردن در کارگاه خودشون می بریدن، قسمت هاشو مختلفشون می دونستن کدوم برای سطح رو و سطح زیر به درد می خوره، کدوم قسمت برای کلاف ها به درد می خوره، چه قسمتی برای این خرک ها به درد میخوره. واقعا چقدر زیباست و استادانه کار شده. اینجا لازمه که یادم میفته به یک شعر زیبایی از استاد بزرگوار، اسمشون خاطرم نیست، که میفهمم که حلاج بشانیم که از دار نترسیم، مجنون صفتانیم که در عشق خداییم، ما را نه غم دوزخ و نه حرص بهشت است، بردار زرخ پرده که مشتاق لقایی. با من چقدر زیباست این سازها هر دونه شون. بریم سراغ اینجا تنبک و ساز دف رو دیدیم، یه مقدار صحبت بکنید راجع به چوبی که استفاده میکنید برای تنبک. و آیا من شنیدم که چوبها رو خیس میکنن، فرق چوب خشک و خیس رو یه مقدار توضیح بدید و اصلا کلن چرا سازها فرق دارن، جنس چوبشون آیا اصلا فرق دارن ندارن؟ البته توضیح بفرمایید. سازها هر کدوم از یه چوب
تقریبا یا هر دسته ای از یه چوب ساخته میشن، علتش این است که اون چوب بهتر صدا رو جواب میده برای ساز. این ساز رو که تنپک است و شاید قیافش خود بزرگتر از تنپک‌های معمولی هست، این رو من از روی اندازه‌ای که یکی از اساتید این ساز داده بودن من ساختم. عرض به حضورتون در ایران کنده های چوب توت پیدا میشه که این رو از اون میسازن، ولی اینجا من هیچ درخت توت که یک چنین قطری رو داشته باشه پیدا نکردم. به خیلی از باغونا سپردم، اونها هم پیدا نکردن. به هر حال ناچارن این رو از چوب گردو ساختم، اونم گردویی که بتونه به این قطر باشه پیدا نکردم، لذا این رو من از تیکه های چوب گردو ساختم. میدونیم که یک دایره 360 درجه است، من این رو تقسیم به 10 کردم شد 37. بعد 370 ببخشید. بعد این رو من تعدادی چوب ساختم که با اون زاویه بریده شده، اینها یه دست از چوب ها هستن، این طرف اگر شما نگاه به رنگ این چوب ها بکنید میتونید از رنگ تشخیص بدید که این چوب با این چوب فرق داره. اینا هم رنگ هستن حلو همدیگه هستن، باز این یک خود فرق داره. به حال این یا تا اینجا، اینجا باز یه سری درست در مقابل همین ها قرار گرفتن، رفتن تا به این نفیر رسیدن، این نفیر هم باز از اینجا شروع شده اومده تا اینجا، از اینجا هم باز همینطور شروع شده رسه به اینجا. در نتیجه این از چهار قسمت مختلف 1, 2, 3, 4 درست شده. و بعد اینها رو من انداختم به دستگاه خراطی بزرگی که خودم ساخته بودم و با موتور کار میکرد، هم تو و هم بیرونش رو ساختم و پوستشم در اون موقع ما در سان دیگو زندگی میکردیم و نزدیک به تیوانا بود، تیوانا از این پوست ها فراوون بود، من میرفتم از این پوست ها میخریدم، میامدم روی این سازم، روی این سازم، روی سازهای دیگه که احتیاج به پوست داشت مینداختم. اینجا یک سنتور دیگر میبینیم، یه مقدار ابعادش استاد بزرگتر هستش از اون سنتوری که اونجا هستش. برامون توضیح بدید این همون سنتور یا یک ساز دیگری هست؟ ساز ایرانیه؟ به چه صورت هست؟ من یه خود بزرگتر از سنتور معمولی نشون میده. بله این هم سنتوره، منتها سنتور یونانیه. نحوه خرک ها به چه صورته؟ یعنی که روی سنتور به چه صورته؟ روی این یه مقدار راجع به خرک ها توضیح بدید. عرض کنم که این خرک ها رو چون من خواستم که به صورت ساز ایرانی درش بیارم ولی وسعتش بیشتر هست، این تعداد خرکاش 23 تاست، اون فقط 9 تاست هر طرفی. بعد اون سنتور یونانی این خرک یه خرکه، این خرک هم یه دونه است که اینا از توی سوراخ‌های رد میشن و میان از روی اون یه خرک برمیگردن. ولی اینا جدا جدا هستش. ولی اینا رو جدا جدا کردم به این دلیل که در سنتور ایرانی با حرکت دادن اینها پس پیش بردنشون صدا عوض میشه. در بله نوت رو عوض میتونیم بکنیم ولی در اونها نوت ثابته. وقت راجع به چوب چطور؟ این با چه چوبی ساختید؟ این باز... با چوب گردو ساختید؟ بله این صفحه روش چوب گردوه، زیرش هم همینطور. اینها رو برای زیبایی من از چوب دیگه استفاده کردم. و خیلی ممنون از توضیحتون در این رابطه. اگر موافق باشید اونجا یک سازی هستش که گویا مثل اینکه چنگ یا هارپ هستش. بله بله. اگر موافق باشید بریم اونجا یک ساز هم برامون توضیح بدید. حتما. چشم.
در کنار این ساز بسیار زیبا، عجب سازیه آقا، واقعا این ساز، ساز هارپ هستش یا چنگ، البته در کشورهای مختلف با صداها و نواهای مختلف گویا نواخته میشه، یک ساز بسیار جالب و با کلاسی هستش در واقع. یه مقدار راجع به این چوبش و نوع، حالا اینا رو بهشون نمیدونم خرک میگید، این در واقع این سن هستش، با چی این ساز زده میشه اصلا و چطوری ساختید، اصلا چطور به این فکر افتادید که این ساز مال کجا هستش؟ عرض کردم این ساز، ساز اروپایی هست که در اروپا بیشتر ازش استفاده میشه. درسته. و نوازنده یه صندلی داره میشینه روش، این روی خوده به روی شونش تکیه میده و مسلط میشه به این سیم ها، بعد شروع میکنه با انگشت های دو دستش اینو میزنه. عرضم بزرگتون، البته همه نوع این رو می سازن، کوچکتر از این هم می سازن، بزرگترش هم خیلی بزرگترش رو می سازن. من متاسفانه تمام امریکا رو گشتم برای پیدا کردن این سیم ها یا استرینگ ها به قول. پس جناب نافع، شما در واقع غیر از موسیقی ایرانی و سازهای ایرانی در واقع کنشی هم داشتید به سوی سازهای غربی و مطالعه در واقع؟ البته تا اونجایی که این سازها رو وقتی که با این زیبایی و به این قشنگی ساخته شده از زیر دستای هنرمندی مثل شما، واقعا حتما روش فکر گذاشته شده، حتما در واقع مطالعه شده در این زمینه. البته البته من ناگفته نمونه که این چوب هایی که در اینجا میبینید گشته شده. بذارید من یه مقدار اینو خم بکنم اون بر قشنگ خواهش میکنم بتونه بگیره. اینا در حدود دو دو نیم میلیمتر بیشتر کلوفتیش نیست، بسیار نازک هستن. این صفحه رو هم نازک هست، این صفحه رو رو من از چوب گردو گرفتم، این هم باز چوب گردوه. از میشه اینها یک در میون چوب گردو و میپله، به خاطر اینکه هر دوی این چوب ها برای ساز و پس دادن نوا خوب هستن، پس دادن صوت. واقعا چقدر زیبا، یاد شعری افتادم باز که برای بینندگان عزیزم شاید هم جالب باشه. میگه ای خالق عالم دیوانه ترم کن، بیچاره عشقم بیچاره ترم کن، این خاکی شرمنده موجود سرفکنده با چشم پر از گریه روسویت آورده. میگویم که من روسیه هم غرق گناه هم، ای بند نواز بن موتور رقم. واقعا چیزی که اون حدت و احساس قلبی که رو به روحانیت و واقعا هدیه خداوند، اون پنجهاتون واقعا بوسیدنی هستش. واقعا دستتون دست مریض، واقعا زیبا هستش و قشنگ. اگر موافق باشید بریم اون سمت، گویا یه ساز دیوان یا خود هستش. بله بله اون رو بریم اون رو هم نگاه بکنیم، اونم سازش خیلی جالبی باشه اگر بسیار. به 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 چقدر این فرمودید اسمش چیه؟ عود. بس بله. یک ساز عربی هسته؟ این ساز عربی هست، خیلی جاها خیلی کشورها اینم استفاده میشه. الجزایر من دیدم بله. که کارهایی هستش در یوتیوب و بله. در مختلف که خیلی کشورها از این ساز استفاده میکنن. اجازه بدید من این ساز رو با اجازه استاد البته در بیارم، اگر بشه نشون بدم این پشتش چقدر این کار زیباست. به 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 واقعا این شیارهای زیبا، رنگ بندی های قشنگ. این چه از چه چوبی ساخته شده؟ اینم باز اینها قهوه یا چوبای گردو هستن، اینها باز چوبای میپل هستن. به خاطر اینکه هم طور که عرض کردم اینها صدا رو بهتر میتونن پس بدن. این کارها به صورت آماده است یا خودتون؟ نه خیلی اونها رو خودم ساختم، هر کدوم اینها با اره‌مویی. به این کار خیلی... چی میگن؟ یه اسمی داره در کارهای نجاری؟ اینو میگن مشبک کاری. چون اینو مشبک دیگه دیدم این رو در ایران. در ایران مشبک کاری میکنه. و فرمودید با از چه پول
در واقع چوبی ساخته میشه. چوبه گفتید که چند مدل، اینها چوب توت هستش گفتید؟ نه خیلی، اینها چوبه در ایران ممرزرش میگفتن، اینجا میگن میپل، اینها چوب گردوه. میپل و گردو، اینها چطور؟ این شیارها اینها گردو هستن، اینها گردو هستن، صفحات گردو هستن. بله چقدر جالب. یه ساز دیگه اینجا هستش خیلی جالبه، یکی از سازهای اصیل ایرانی هستش، اینو شما نمیدونم چجوری قشنگ دقیقا ببینم. این ساز هستش، چقدر قشنگ، چقدر زیبا. یه مقدار راجع به این ساز توضیح بدید استاد برامون. بله. که چقدر هم ساز زیباییه واقعا. این پشتش رو بگیرید، راجع به این چوب، این راجع به این گوشی های این و راجب صدای این یه مقدار برای ما توضیح میفرمایید؟ البته بله. خدمت شما عرضم بزرگتون. این ساز کمونچه به به اسمش هست و من خاطرم از حتما همه ما به خاطر میاریم که یک موسیقیدان های دورگردی بودن که هر چند مرتبه دور خیابونا و کوچه ها در ایران میگشتن و کارشون نوازندگی این ساز بود کمانچه. و کمانچه بود. یادم اینه که ایلیات بختیاری هم و لوستان اینها از این ساز واقعا استفاده می‌کردن و چقدر هم زیبا بود، جز یکی از سازهای بل. قبل از حتی ویولون یکی از سازهایی که مد بود در واقع این رو بعضی ها ویولون ایرانی اسمش بود، چون عیناً همون صدای ویولون رو میده با همون نوت هم خوش میشه. این هم آرشه این هستش نه؟ این هم بله، این آرشه هم آرشه ویولون میتونه باشه، هم آرشه برای این بله. یک سوال دیگه از خدمتتون، یکی از سازهای خیلی جالبی دیگه ای هم که من اینجا میبینم گویا فرمودین که ساز ترکی هستش. بله. این رو یه مقدار بذارید من اینو بذارم اینجا و راجع به این هم یه مقدار صحبت بکنید تا فرصت هستش ما بتونیم از محضرتون واقعا استفاده بکنیم. واقعا دوستان عزیز و همراهان ما، واقعا چقدر زیبا هستش سازهای ایرانی، اون دست هنرمند ایرانی که اینها رو آفریده. در واقع اینو خواهش میکنم از پشت و جلوش بگیرید، چقدر زیبا. یه مقدار راجع به این ساز و مال کجا هستش، چشم. اسمش چیه؟ چشم من عرضم بزرگتون، ما همچین سازی در ایران من ندیدم، ولی زمانی که در ایران بودم به دلایلی اتفاق افتاد، دلایل کاری و اینها اتفاق افتاد که 3 بار به ترکیه سفر کردم. شبها بعد از انجام کار من دوست داشتم برم سالن هایی که موسیقی ترکی در اونجا اجرا میشد، چون موسیقی ترکی بسیار زیبا و بسیار هم به موسیقی ایران نزدیک هست. این رو هم اجازه بفرمایید من اضافه کنم که به استناد کتاب‌های موسیقی که من خوندم متوجه شدم که ساز یا یعنی صوت و نوا موسیقی اول در ایران ما پیدا شده، بعد کم کم این به کشورهای دیگه رفته. مثلا ساز یا موسیقی ایرانی به 2 جهت رفته به کشورهای اروپا، یکیش در زمان فارابی بوده که میدونید فارابی یکی از اساتید بسیار مهم ایران بوده، دکتر بوده و در خیلی رشته ها ایشون متبحر بوده، یکیش هم موسیقی بوده. در زمان ایشون موسیقی از شمال افریقا به اروپا میره و اروپاییان به تدریج موسیقی ایران رو میگیرن.